28 آذر ماه 1399 خورشیدی و 18 دسامبر 2020 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به اعدام روح الله زم، روزنامه‌نگار و مدیر کانال تلگرامی پربیننده آمد نیوز، و مخصوصا به آقازاده هایی که روح الله زم نخواست یکی از اونا باشه. میپردازیم به این آقازاده ها، اما قبل از شروع برنامه در این باره اجازه بدید در این بخش تقدیمی به یک قتل سیاسی دیگه بپردازم: خودکشی یک کارگر به دلیل اخراج. 5 روز بعد از مراسم عقدش خودکشی به دلیل شرایطی که نظام سیاسی حاکم برای یه نفر به وجود میاره. این شرایط رو وقتی نظام حاکم به وجود میاره، مگر جز قتل سیاسی است که مسئولش مسئولان جمهوری اسلامی هن. چه دلیلی داشته خودشو بکشه که 5 روز قبلش عقد میکنه و امید داشته که ادامه پیدا میکنه کارش با کشت و صنعت هفت تپه؟ حکومت کشتار یا خودش دار میزنه یا زندگی رو چنان سخت میکنه که کارگر هفت تپه خودش رو دار بزنه؟ رضا آل کثیر رو بر دار خودکشی پیدا کردن. کارگر هفت تپه خودکشی میکنه، اما امید اسد بیگی مدیر عامل هفت تپه که به اتهام قاچاق ارز محاکمه شده و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه رو به نابودی کشیده، داره راست راست میچرخه. فقط یک قلم قاچاق ارزی که اعلام شده 650 میلیون دلاره. این گلپسر راست راست میچرخه، رسانه های حکومتی باش چپ و راست با خودش و با بابا جونش مصاحبه میکنن. رضا آل کثیر کارگر که حقوق ناچیزش رو قطع میکنن و اخراجش میکنن تا یه سفارش شده از بالا رو بیارن جاش سر کار، از گرسنگی و فشار خودشو میکشه. دادستان شوش هم میاد اطلاعیه میده که رضا آل کثیر اصلا کارگر نبوده. مصطفی نظری دادستان شوش در خصوص انتشار مطلبی در فضای مجازی مبنی بر خودکشی یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پی اخراج از کار اظهار کرد خودکشی کارگر نیشکر هفت تپه صحت ندارد. فردی که اقدام به خودکشی کرد هیچ گونه رابطه استخدامی با شرکت نیشکر هفت تپه نداشته است. کانال مستقل کارگران هفت تپه نوشته است که دادستان شوش آشکارا دروغ میگه. بعد از جان باختن همکار از دست رفته و عزیز ما، دادستان شهرستان شوش سراسیمه دست به تکذیب زد و با وقاحت تمام و به دروغ اعلام کرد ایشان اصلا کارگر شرکت نبوده است. چرا قوه قضاییه در خدمت به خاندان فاسد اسد بیگی که زندگی ده ها هزار خانوار در خوزستان را به بازی گرفتند این همه اصرار دارد؟ چرا قوه قضاییه حتی در مرگ همکاران ما هم به کمک اسد بیگی ها می آید و به نفع آنها تکذیبی صادر می کند؟ آقای رئیسی، دست از آزار و اذیت کارگران هفت تپه بردارید. بر نمی دارند تا مجبور نشوند و تا مجبورشان نکنند بر نمی دارند. تو هر کشوری که به مدنیت رسیده، اگه این اتفاق بیفته، اگه یک کارگر رو اخراج کنند و او بره خودکشی بکنه، همون قدم اول مدیر مجتمع تولیدی و مدیران مربوطه دولتی رو دستگاه قضایی احضار میکنه، پیگیری میکنه برای پاسخگویی. تو ایران اولین قدم قوه قضاییه میشه تکذیب اصل جنایت. تقدیمی این هفته به ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضای جمهوری اسلامی. رضا تحتکاری خانواده‌اش بود. 3 خواهر فلج داشت با یه برادر فلج. پدرش هم چند ساله که فوت کرده. بعد یه جورایی هم مناور خانواده بود. 1 ماه توی هفت تپه کار کرد. لحاظ قانونی میگه آقا من قرار دادم مثلا با تو آموزشی بوده. تمام قرارداد شد برو بشین تو خونه. بلایی که سر منو بخشی و اخصری و خیلی آوردن.
و این بند خدا هم هی مراجعه میکنه، میگه مثلا این که اومدم استخدام شدم دارن زنگ گرفتم عقد کردم، چند روز پیشم عقدش بوده. پسر هم دیگه هر سر به خودش تنگ میبینه دیگه، ناامید میشه از همه چی همه جا، میره اون زیر اون شب خودش دار میزنه. یک زور متوجه شدن یه نفر از یه کسایی که مثلا فکر فامیلش این کلگونه هست اون آوردن جاش. روح الله زم، متولد پنجم مرداد 1357 خورشیدی، روزنامه‌نگار، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، صبح جمعه 22 آذر ماه 99 در زندان رجای شهر کرج به دار آویخته شد، اعدام شد. روح الله زم فرزند محمد علی زم، معاون پیشین فرهنگی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و رئیس سابق حوزه هنری انقلاب اسلامی بود. سه روز قبل از اعدام روح الله زم، ارسلان رضایی 28 ساله، مدیر کانال اینستاگرامی خرافات کده، در اتاق محقرش تو ترکیه با چاقو سلاخی شد. خبر قتل ارسلان رضایی رو اول یک کانالی به اسم سپاه سایبری که دارین میبینین منتشر کرد، با چند تا عکس از محل قتل و جسد ارسلان رضایی با چهره کتک خورده زخمی. قتل سیاسی ارسلان رضایی انعکاس چندانی پیدا نکرد، شاید چون کسی نمیشناختش، گرچه کانال خرافات کرده در فضای مجازی کانال شناخته شده بود که ویدیوهای علیه آخوندا و باورهای خرافی منتشر میکرد که خیلی هاشو تو پرده آخر همین برنامه صفحه آخر هم ما بازنشر کردیم و شما دیدیم. واکنش ها به ترور ارسلان رضایی چندان گسترده نبود، شاید به این دلیل هم که سه روز بعد خبر اعدام روح الله زم فضای خبر رو پر کرد. روح الله زم شهروند ایران بود، پناهنده به فرانسه. چهار روز بعد از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشورشون، بدون اطلاع خودش، خانوادهش و وکیلش اعدام شد. پنج ماه بعد از صدور حکم اعدامش با انشای قاضی صلواتی در دادگاه انقلابشون و 14 ماه بعد از دزدیده شدنش در عراق. ببینید، محکوم کردن اعدام یه جورایی مثل عرض تسلیته، عملا کار کرده دیگه ای نداره، مگر اینکه دولت هایی که رابطه شون با جمهوری اسلامی اهمیت داره محکوم کنن و عملا محکوم کنن، یعنی تنبیه کنن. مثال مذاکرات تجاری جمهوری اسلامی با اروپا قرار بود از 24 آذر ماه به مدت 3 روز برگزار بشه. 2 روز قبلش روح الله زم اعدام شد. فرانسه، آلمان، اتریش و ایتالیا اعلام کردند که برای اجلاس تجاری مشترک ایران و اروپا وزیرانشون رو نمیفرسن. وزیر خارجه فرانسه که در توییتر این خبر اعتراض کشورش رو اعلام کرد، هشتگ نه به عادی سازی روابط تجاری رو پایین توییتش گذاشت. همین لغو موقت این نشستی که برای جمهوری اسلامی به دلایل مختلف بسیار اهمیت داره، یعنی هشدار عملی و جدی، یعنی اگه این وحشیگری کاهش پیدا نکنه واکنش ها ممکنه جدی تر بشه و میشه. در آمریکا مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا 24 آذر در توییترش نوشت ایالات متحده اعدام ناعادلانه و وحشیانه روح الله زم، روزنامه‌نگار ایرانی رو که در خارج از مرز توسط حکومت ایران روبوده شد، به شدت محکوم میکند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به قتل و بازداشت بیش از 860 روزنامه‌نگار در 41 سال گذشته توسط رژیم ترور جمهوری اسلامی گفت زم بیرحمی و فساد رژیم ایران را برملا می‌کرد. سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در دولت آینده جو بایدن هم ضمن محکوم کردن اعدام روح الله زم گفت دولت آینده آمریکا در ائتلاف با شرکای خود در برابر اقدامات ضد حقوق بشری رژیم ایران خواهد ایستاد. این موضع مشاور امنیت ملی کاخ سفید دولت آینده آمریکا که از یک ماه دیگه حدوداً
بر سر کار میاد دولت جو بایدن بسیار معنیدار این موضوع گیری، چون نشون میده که دولت بایدن درباره وحشیگری جمهوری اسلامی علیه مردم سکوت نخواهد کرد. اعدام روح الله زم بدیهی است که با هیچ کدوم از موازین حقوقی و قوانین خود جمهوری اسلامی همخوان نبود. من اصلا نمیخوام درباره این قوانین موازین حقوقی صحبت کنم یا کارشناسی رو بیارم از لحاظ حقوقی بگوید که کجاهای کار ایراد داشته. تجربه 42 سال گذشته کافی است که بدونیم این نظام بر اساس تقدس ولی فقیه و تقدس حکومتی که به قول خمینی بنیانگذارش برای حفظش میشود حتی نماز و روزه رو تعطیل کرد و دروغ گفت ادامه حیات داره میده. خمینی رسما فتوا داد این رو. خب بنابراین بحث بر سر قانون و این که نمیدونم فلان زندانی سیاسی است یا عقیدتی است یا نمیدونم موازین حقوقی در اجرای فلان حکم دادگاه رعایت شده است یا نشده است یا اصلا حکم دادگاه بر چه اساسی صادر شد، اینا همه در یک نظام قانونمند قابل بحثه، نه تو جمهوری اسلامی. بعد از اعدام روح الله زم، پدرش محمد علی زم در اینستاگرامش نوشت گفتند فرزندم را به بند عمومی منتقل میکنند، حتی فرصت وصیت ندادند و اعدام کردند. چرا شرایط نوشتن یا بیان وصیت نامه که حق هر مسلمانی است فراهم نشد؟ چه نگرانی از محتوای این وصیت نامه وجود داشته که توانسته خانواده او را از داشتن دستخط روح الله محروم کند؟ چرا متهم از حق اطلاع حکمش محروم نگه داشته شد؟ در ملاقات جمعه 21 آذر 99 بعد از سه روز بعد از اعلان حکم اعدام و یک روز قبل از اجرای اعدام، نه تنها به خانواده ای وی گفته نشد که این آخرین دیدار است، بلکه توسط مسئول پرونده بسیار تاکید شد که الف هرگز نه شما و نه هیچ یک از بچه ها نباید روح الله را از تایید حکمش مطلع کند. ب چندین نوبت تکرار شد روح الله تا دو سه روز دیگر از بند دوی الف اطلاعات سپاه در اوین به بند عمومی منتقل خواهد شد که در آنجا از امکانات بهتر و ملاقات بیشتر برخوردار می شود. پدر روح الله زم نوشته بود که روح الله به او گفته است که به او قول دادن که در صورتی که جلوی دوربین بشینه و آنچه بازجوها می خوان رو بگه، امکان مبادله او را با یک زندانی ایرانی در خارج از کشور فراهم می کنند. محمد علی زن به روح الله گفته که باز هم تو گول خوردی، یعنی دفعه اول گول خوردی اومدی عراق و اسیر شدی و باز هم گول خوردی. اصلا روح الله زن نمی دونست که اون اعتراف هایی که به اصطلاح ازش دارن می گیرن و یه بار میگن فقط یا جلو وایت بورد تخت سفید صحبت بکن و اینا رو فقط و فقط آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه میبینه، یا نمیدونم یه بار میشونن هیچ دوربین میگن خب بیا اینا رو بگو، و ما همینطور که پدرش میگوید که روح الله قول میدن که وقتی که این ضبط شد فلان ما تو رو مبادله خواهیم کرد با یک زن. اصلا نمیدونسته که اینا پخش شده، پخش میشه و میپرسه از خانواده‌اش روز جمعه وقتی که میرن چند ساعت قبل از اعدام به ملاقاتش که مگه پخش شد چیزی از من پخش شده، و وقتی میشنوه که همون مصاحبه‌ای که به اصطلاح فیلم برداری ازش کردن و جلوی وایت بورد و گفتن ابراهیم رئیسی باید فقط گوش خواهد داد این رو، وقتی میشنوه که از اون تیکه‌ای در آوردن پخش شده خیلی عصبانی میشه. اینها چند ساعت قبل از اعدام نه خودش خبر داره نه خانواده که به ملاقاتش رفتند که چه اتفاقی خواهد افتاد. پدر محمد علی زم در اینستاگرامش نوشت امروز جمعه، بعد از ملاقات روز جمعه آخرین ملاقات، میگه امروز جمعه 21/9/99 حوالی ظهر مسئول پرونده روح الله در اطلاعات سپاه اعلام داشت ساعت 3 میتوانید همراه خانواده با روح الله ملاقات داشته باشید. با حدود 2 ساعت معطلی در سرمای سوزان جلوی در زندان اوین مقارن وقت مغرب به اتاق ملاقات راه یافتیم. دقایقی بعد از دیدار وقت نماز شد. بچه ها و روح الله درخواست جماعت کردند. به قدری نور وجودش را گرفته بود که خجالت کشیدم جلو بایستم.
حتی خواستم عبا بر دوشش بیاندازم، یعنی از او خواستم که پیش نماز بشه تا من و ما به او اقتدا کنیم. اینا معنی داره در فقه شیعه، در اسلام، حتی در روحانیت شیعه اینا معنی داره. نظام مقدس مردمو که از دست داده، داره به سرعت حتی مدیران و کارگزاران و نظریه پردازانش رو از دست میده. سکوت در مقابل ظلم خیانته. این همه جنایت شده، این همه کارا شده. آقا من به من میگن آقا نگو شهید رولا، نخیر میگم شهید رولا، همه بگی شهید رولا، نه به معنی قداس، به معنی اصطلاحی، به معنی که من قتل مظلومم. کسی مظلوم کشته میشه، کسی در راه ناموسش، در راه هدفش، در راه چیز کشته میشه، بالاخره مظلومانه کشته بشه، مظلومانه کشته بشه، شهیده. من تعجب میکنم از اعمال خودمون به همه که چرا یک جوانی را مظلومانه اعدام میکنن و ککمون نمیگذه، ناراحت نمیشیم، چقدر کرخ شدیم. آقای خامنه‌ای باید اینجا از اون استبداد رأی خودش بگذره. تمام این خونها و کشته هایی که شده از 88 بعد همش مسئولش شما هستید جناب آقای خامنه‌ای. امیدوارم خدا نصیبتون کند که یه توبه کنید. میدونید که ما بدخواه کسی نیستیم، ما خیلی خواه هم هستیم. یه توبه نصیبتون کنید، بلکه یه توبه شما اثری داشته باشه در تجدید قانون سیاسی که مردم این مصاحباتی داشته باشن با حاکمانشون در عزل و نسل و خطا انتخابات مشارکت داشته باشن، شهروندان همه اختیار داشته باشن. نه اینکه انتخابات آزاد نباشه، بیانات آزاد نباشه، چه نباشه چه نباشه، خب این میشه این مملکت. این مملکت پر از جنایته و کسانی که ساکتن هیچ عذری ندارن. میگن چرا من ایراد میکنن، میگن چرا رو منبر آقای خامنه‌ای دعا نمی کنی؟ گفتم من دعاوی همه هستم، همه بشر، سلامت جان و جسم همه بشر رو از خدا آرزو دادم. یه آرزو دادم فقط سلامت جسم جان همه، بدخواه کسی نیستم. ولی اگر روی منبر برم از آقای خامنه‌ای حرف بزنم چیز کنم، امضای همه جنایت هاست، چون آقای خامنه‌ای در تمام جریانات مملکت از ریز و درشت خبر داره. بنابراین مسئول. بالاخره ما همه مقصریم. از صدر زین، نجف، کربلا، حوزه های نجف، حوزه های کربلا، مشهد، قم، همه حوزه ها، همه علما، همه دانشگاهیان، همه مسئولیم و جواب خدا را نداریم. از چه میترسیم؟ یه روز آمدیم دنیا؟ یه روز آمدیم به این دنیا و یه روز هم از این دنیا میریم. آیت الله محمود امجد بودن، ایشون استاد اخلاق حوزه های علمیه و پیشنماز مسجد کوی دانشگاه تهران. ایشون در همین صحبت هایی که شما شنیدین، طولانی تر بود که خب فرصت برنامه زنده میده همش رو پخش بکنیم، ایشون گفتن که من تعجب میکنم که دفتر آیت الله سیستانی نمیاد موضع بگیره در باره اعدام روح الله زم، با توجه به اینکه با سوء استفاده از دفتر آیت الله سیستانی یا از نام دفتر آیت الله سیستانی روح الله زم رو کشوندن به عراق و در واقع این دام رو گستردن و او در این دام اطلاعات سپاه افتاد. اینها دفتر آیت الله سیستانی بیانیه داد بعد از این صحبت های آیت الله امجد. این دفتر در پاسخ به این صحبت ها در پایگاه خبری شفقنا منتشر کرده است که این اطلاعیه رو گفته است که در سفر زم به عراق و دستگیری او هیچ نقشی نداشته است. همچنین دفتر آیت الله سیستانی اعلام کرد که در تماس با مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران از آنان خواسته توضیحاتی در این زمینه ارائه دهند. بر اساس این اطلاعیه جواد شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران و داماد او روز 30 مهر
40 روز قبل از اعدام با ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دیدار کرده است. در اطلاعیه دفتر آیت الله سیستانی البته به جزئیات این دیدار اشاره نشده و تا الان گفته نشده بود، اصلا جایی منتشر نشده بود که این دیدار صورت گرفته. این دفتر روز 24 مهر اعلام کرده بود، فقط اینو اعلام کرده بود که روح الله عظم هیچگاه ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با این دفتر نداشته و کسی درخواست ملاقات برای او نکرده و از آمدن و یا نیامدنش به عراق نیز هیچ گونه اطلاعی نداریم. این در واقع هم در پاسخ است به دیگه قضاوت با خودتون، هم در پاسخ است به آیت الله محمود امجد که بخش از صحبتاشون رو شنیدید و هم در پاسخ به این زنی که گفته می شود دفتر آیت الله سیستانی یه جورایی محل نفوذ اطلاعات سپاه پاسداران بوده است و از اون طریق در واقع دام گستری برای روح الله عظم کمک شده است. باری